با در نظر داشتی نقشی که رسانه ها در زندگی مردم افغانستان داشتن، خصوصا رسانه های خصوصی در حیات اجتماعی مردم افغانستان، در تحولی که در طی 10 سال یا 11 سال گذشته صورت گرفته، این هم لازم به یادآوری میدانم که شبکه های خصوصی بالاخص در قسمت تعمیم ورزش و تشویق ورزشکارا و قدردانی از ورزشکارا و سراسری ساختن این فکر و این راه و روش زندگی در بین جوانا نقش بسزای خود داشته. اما جای یک رسانه که خاص در بخش ورزش نشرات داشته باشه، اما طوری که دوست گرامی ما آقای اکبر یادآوری کردن، خالی بوده. و امروز الحمدلله که به کوشش یکی از هموطنای ما آقای پویا و همکارایشان و حمایتی که از این کار صورت گرفته از طرف مردم افغانستان، ما شما شاهد افتتاح تلویزیون ورزشی هستیم. برای همه شما و برای مردم افغانستان مبارک باشه این قدم نیک. چرا ورزش؟ چرا از جوانان صحبت میکنیم؟ چرا از شبکه‌های خصوصی رسانه‌ها حرف میزنیم؟ ورزش نه تنها در تاریخ پر افتخار کشور ما قدامت تاریخی دارد، از زمانی که افسانه‌ها و اساطیر نوشته شده یا سینه به سینه نقل کرده، این سرزمین باستانی قهرمانا داشته، قهرمانای افسانوی داشته که را شما از او آگاهی دارین. در توصیه های دینی ما هم خوشبختانه ورزش سلامتی جسم به این توجه شده و توصیه های بسیار واضح در این زمینه وجود داره. و چیزی را که پیشتر خواهر ما یادآوری کردن، دو سه ورزش یه از توصیه های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بوده که مردم تشویق میکردن و توصیه میکردن با ورزش و با سلامتی جسم. در کشور ما افغانستان خوشبختانه امروز در حالی که ده ها مشکل ما داریم و صدها چلنج و چالش مردم ما روبرو هستن، ورزش رونق خاصی پیدا کرده و در قسمت رونق بخشیدن ورزش جای یادآوری است که خب این جدا از دوستی شخصی یا رابطه شخصی با دوست ما آقای اکبر یا دوستای دیگه که در بخش ورزش مسئولیت دارند در فدراسیونا یا در کلب‌های ورزشی، جدا از اون میگم خوشبختانه اداره ورزش افغانستان در سالهای اخیر خوب خدمت کرده و خوب کار کرده و رونق بخشیده ورزش و خدماتشان قابل قدردانی است و مردم ما هم قدر این خدمات از اینا را می دانند. در حالی که کارهای زیادی هم در پیش رو داره ورزش افغانستان تا به او جایی برسه که آرزوی مردم ماست و ورزشکارای عزیز، خانواده هایی که فرزندای خود تشویق کردن و که به جای پرداختن به مسائلی که او برای آیندهشان، به سلامت جسمیشان، به سلامت روانیشان مفید نباشه یا خدا نخواسته برن به طرف رویه های منفی که وجود داره در گوشه های از جامعه ما، فرزندای خود تشویق کردن، خواهر و برادر و دختر و پسر خود تشویق کردن تا در ورزش سهم بگیرن. این تنها یک سلامتی یک خانواده به این تعلق نمیگیره، سلامتی کشور ما، آینده کشور ما متعلق به این نسل جوان است و نسل جوانی که سالم بار بیاید و مصروف فعالیت‌های سالم باشد در جامعه، او نوید بخش یک آینده به مراتب بهتر برای کشور است. به همت جوانای ما بوده، به همت ورزشکارای ما بوده که امروز افغانستان دیگه به اون نام‌های بد یاد نمیشه. ورزشکارهای ما معرفی کردند که در عرصه رقابت در صحنه دنیا، تنها رقابت در داخل محله و کوچه و قریه و شهر و پایتخت نه، در عرصه دنیا هست هیچ جوان هیچ کشوری
کمبود ندارن. و این در حالی بوده که کمترین شرایط با وجود تمام کوشش‌هایی که صورت گرفته، چون این مسئله به فراموشی سپرده شده بوده در نظام‌های گذشته یا شرایط قسمی بوده در افغانستان که به رسیدگی صورت نگرفته، با همه کوشش‌هایی که صورت گرفته، حداقل شرایط برای ورزشکارهای ما مساعد است. در این کشور شما وضع اقتصادی مردم ببینین، شرایطی را که در این زندگی میکنن، حالت روانی مردم ببینین، هر روز خبر انفجار، خبر انتحار از گوشه کشور میایه، هر روز مشکلی هست و تشویش مردم داره. در همچو فضا قهرمانای از این کشور تبارز کردند که بر افغانستان در سطح جهان افتخار آفریدن. من یک بار دیگر به همه قهرمانا از صمیم قلب تبریک برز میرسانم. حضور چند تن از این افتخارات ملی کشور ما در این صحنه و در این محفل هم داریم، اما ده ها و صد های دیگیش هم در تلاش به رسیدن به این سکوی قهرمانی امروز مصروف ورزش هستند. از یک طرف درس خود می خوانن، تعلیم می کنن، به خانواده خود رسیدگی می کنن، از طرف دیگه آرزو دارن که ثابت بسازن که این ملت اگر انتحاری بالایش تحمیل شده و در دشمنی با این ملت انتحاری به ایجه صادر میشه و روان میشه و متاسفانه در بعضی موارد اولاد پاکی وطن اغوا میشه، فریب داده میشه، شستشوی مغزی میشه و بر ضد مردم از او استفاده میشه، در عین زمان کسای دیگه هستن که با ریختن عرق، با سپری کردن وقت گرانبهای خود، با زحمت، با تکلیف، با تلاش افتخار میآفرینند به کشور و اینا افتخارات جاودان امی کشور هستند. من روزای پیش برنامه های تلویزیونی را می دیدم، چندین مدال آور، شاید برنامه های چند نفرشان شما آشنا هستین، چندین نفر از چندین جای مختلف دنیا مدال آورده بودن به کشور و روز دیگه به طرف ساحه میدان هوایی حرکت می کردم که بازم دیدم که یک کاروانی است که مردم استقبال می کردن از یک جوانی که فکر میکنم از کشور ترکیه مدال آورده بود در ورزش‌های رزمی، مدال طلا را آورده بود. خب این مسائل است که خوشبختانه برای شبکه تلویزیون ورزشی سه شما موضوع بسیار زیاد دارین، شما مطلب بسیار زیاد دارین و مطلبی که مردم پسند است، موضوعی دارین که مردم به او علاقه داره، مردم او را تشویق میکنه. همه ما و شما بیاد داریم که وقتی قهرمانای ما و شما در المپیک لندن در اوج به مساف ورزشکارای به سطح جهان می رفتن، مردم ما در ماه مبارک رمضان در شبهای رمضان به دعا سپری کردن در اینجا تا خداوند یه افتخار نصیب قهرمانای ما داشته باشد. پس ملت ما مشکل در ملت ما نیست، مشکل در مردم ما نیست، مشکل در ایست که یک فضای سالم باید در اینجا باشد. من میدانم که اگر آقای ظاهر اکبر و دوستای ما اینا اداره المپیک خونیمه مستقل است، دوستایی که از حکومت در اینجا تشریف داشته باشند تشویش خواهد کردند که اینجا بس سیاسی نشد. خب به احترام شما، به احترام و والی سد که رفتن که حتی اینقدر مراعات کردن، گفتن نام اشخاص نمیگیریم که چی نشه آزردگی پیش نبیه. من یقین دارم کسایی که در اینجا هستن از وسطی که اینقدر اندک رنگ باشن گذشتن، اما به هر حال در غیاب والی سد نمیخوایم بحث سیاسی داشته باشم، اما این کشور به فضای سالم، اما طوری که اکبر صاحب به او اشاره کردن، به اداره سالم، به عدالت، به قانونمندی ضرورت داره و به امیدواری ضرورت داره. امید واهینه، امیدی که در گفتار و عمل ثابت شود که آینده روشن اطمینان میده به مردم افغانستان. و هر کوششی که در ساحه ورزش صورت میگیره، اگر این کوشش امروز در ما شاهدش هستیم که یک رسانه ورزشی افتتاح میشه به این شکل صورت میگیره، یا قدمی برداشته میشه از طرف اداره ورزشی افغانستان، یا کوشش به ابتکار خود جوانا و ورزشکارای عزیز است، یا تجار ملی داری سهم میگیره، یا والدین تشویق میکنن، هر کدام از این برای سلامت کشور ما یک سهم گرفتن است و از طریق ورزش پیوند ملی تحکیم میشه، وحدت ملی تحکیم میشه، اما در عین زمان این لازمه های یک روحی، تشویق روحی رم داره در بین ورزشکارا که الحمدلله ایره ما و شما میبینیم
که وجود داره این روحیه، تو روحیه است که خدا بعیث مسلمان و افغان میدانند و فرزندان هم یک کشور واحد میدانند و فرق بین ورزشکاری که از یک گوشه تا گوشه دیگر کشور آمده باشه نیست و نباید باشه، اما در عین زمان ایجاب از این هم میکنه که همه طور عدالت هم مراعات شود و در بین ورزشکارا در یک گوشه از کشور خدا نخواسته احساس پیدا نشه که نسبت به اونا تبعیضی وجود داره، هم در برخورد ملت هم در برخورد دستندرکاران. و در اینی صورت است که ما و شما با آینده میتانیم امیدوار باشیم بیداری شما، هوشیاری شما، در صحنه بودن شما، در قسمت بی سرنوشت، در قسمت سرنوشت بی تفاوت نبودن شما، یعنی احساس مسئولیت کردن درباره امروز و فردایتان، همه اینها ضامن آینده بهتر برای کشور است. و با شعر حافظ که میگه درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج به شمار آرد. سخنهای خود با پایان میرسانم، باز هم تشکر میکنم از همه شما و تبریک میگم به همه شما و تشکر از اینکه فرصت صحبت به مرام دادین. تشکر، خداحافظ.